آیا جناب رئیس جمهور محاسباتی کردید که صبر کنید تا بعد از انتخابات 2020 ریاست جمهوری ایالات متحده که اون موقع مذاکره رو شروع کنید که صبر کنید تا موقع ببینید که آقای ترامپ برنده میشه یا بازنده میشه آیا انتظار در انتظار هستید که اون موقع ببینید بر فرض اینکه اگر پرزیدنت بایدن یا دموکرات دیگری بر کرسی ریاست جمهوری بشینه شاید مذاکره با اونها ساده تر باشه برای ما فرق نمیکنه که رئیس جمهور آمریکا دموکرات هست یا جمهوری خوا این مربوط به مردم آمریکا هست که چه کسی رو میخوان انتخاب کنن ما میگیم آمریکا به تعهدات خودش عمل بکنه هر که هست چه دموکرات چه جمهوری خواهه تعهد یک دولت تعهد یک حزب نیست تعهد دولت دولت آمریکا در برجام تعهد کرده نه حزب دموکرات و بنابراین ما کسی رو میخواهیم در آمریکا که به حرف خودش پایبند باشه عهد خودش رو زیر پا نگذاره و این ما هستیم که امروز برای صلح منطقه که در سوال قبلی شما اشاره کردید ما طرح هوپ رو دادیم به معنای ابتکار صلح هرموز هرموز پیس اینیشیتیو رو ما دادیم اندور رو دادیم و بنابراین ما دنبال صلحیم و به همین دلیل هم دعوت کردیم از تمام کشورهای منطقه که در این صلح شرکت کنند و ما با همکاری هم بتونیم صلح رو برقرار بکنیم و نگذاریم آتش جنگ ادامه پیدا بکنه بنابراین اون چه برای ما مهمه صلح و امنیته اون چه برای ما مهمه اجرای توافقات بین المللی است تعهد به اون چیزی است که دولت آمریکا بهش متعهد شده اما برای ما فرق نمیکنه که طرف روبروی ما از چه حزبی هست